سلطان علی جاوید، کارشناس مسائل سیاسی از فرانکفورت با ما همراه هستند. آقای جاوید سلام و عرض ادب. سلام خدمت شما و خدمت بینندگان شما. بزرگ باید. جناب آقای جاوید، نتایج نشست تازه شورای امنیت سازمان ملل در مورد وضعیت افغانستان را چگونه ارزیابی میکنید؟ بفرمایید. تشکر از شما. خدمت شما که نتایجی که از نشست شورای امنیت بیرون شد، فکرونم با خیلی متفاوت با دیگر جلسات ملل متحد نبوده. منتها در این جلسه دو مورد خیلی جالب بود. اولین موردی است که ملل متحد با اولین بار شاید با این بار رسیدن خب با یک گروه عجیب و غریب روبرو هستن که اونا هیچ گونه سر مذاکره را با هیچ کسی نمیگیره و یک مقدار ناامید شده بود. و دو موضوع گیری است که ملل متحد مصاحبه صراحت اعلان کردن که خب حوضای قانون ها در افغانستان خیلی خوب نیست، جبهه آزادی یک سلسله حملات را داشته و در ضمن از حوضای حقوق بشر اینا هم شکایت داشتن. یعنی موضوع گیری ملل متحد این بار یک مقدار جدیتر بود به نسبت گذشته ها. برای امی ولی من فکر میکنم که تا هنوز اون چه که گزارش های در افغانستان هستن نتونستن را نکاس بیتن، ولی به هر صورت همین قدر که ملل متحد به عنوان یک سازمان بین المللی اشاره کرده کافی است. بفرمایید. بله آقای جاوید، این چندمین باریه که اعضای نشست شورای امنیت سازمان ملل از وخامت اوضاع در افغانستان ابراز نگرانی میکنن. چرا هنوز تصمیم لازم برای بهبود وضعیت در افغانستان اتخاذ نشده؟ خب ملل متحد فکرونم که مشکل عمده برای نتیجه گیری جلسات ملل متحد ارتباط میگیره به اجماع بین المللی بین کشورها که راجع به افغانستان چه میخواین بکنن. ببینید افغانستان راجع به این قضیه چندین ابعاد وجود داره. یکی از ابعاد استخباراتی است که بین یک تنش جدی بین روس‌ها و طرفداراش و آمریکا و طرفداراش است که در افغانستان قضیه را زی بود میبینه. بود دیگر هم بود حقوق بشری است که بعضی از کشورهای غربی همچنین خیلی از کشورهای دنیا در اون قضیه تاکید دارند که موضوع حقوق بشری در افغانستان باید رعایت شود. موضوع سوم حکومت تک‌قومی و تک‌مذهبی خود طالبان است که به هیچ وجه با هیچ گونه پیشنهادات ملل متحد و کشورهای یاد حتی مو پروسه صلح که دوحه امضا کرده بود او را هم رعایت نمیکنه. و موضوع چهارم یا بود چهارم هم قضیه است که کشورهای منطقه چی میخواین از کشورها بود. کشورهای منطقه نقش خیلی مهم داره در این قضیه. وقتی که بعضی اینا مثلا ابزار دست امریکا است، بعضی از اینا میخواین که امریکا در ساحل نباشد منطقه نباشد. بنابراین نمی تفاوت دیدگاه هایی که وجود داره از 3 تا 5 تا عضو دائمی سازمان ملل اونا هم نیاز به این داره که بالاخره باید راجع به قضیه افغانستان یک مقدار طرف کشورهای دوستشان در منطقه ببینن. وقتی که اونا میبینن فرض مثال اینا بعد منطقه چی نقش هایی دارن و اینا حقی به تو دارن و بالاخره نمیکنن. در مجموع یک اجماع عمومی یا اجماع کلی بین اینا وجود نداره. وقتی که نداشت بنابراین ملل متحد نمیتونه به تنهایی که قضیه را مثلا یک نتیجه یا جلسات بگیره و مشکل حل بکنه. بله برخی کشورهای همسایه افغانستان همواره بر تعامل با گروه طالبان تاکید دارند. پیامدها و نتایج این گونه تعاملات در کوتاه مدت و بلند مدت چگونه خواهد بود؟ خب این متاسفانه بعضی از کشورها خیلی رابط خوب را با طالبان درست کرده و اینا به فکر ازی است که در افغانستان طالبان ماندنیسته و اینا بالاخره باید با اینا کار بکنن. بعضیشان یک سلسله منافع سیاسی رو دنبال میکنن، بعضیشان یک سلسله منافع اقتصادی رو دنبال میکنن، ولی طالبا در آینده یک خطر برای همه کشورهای منطقه خواهد بود. همین حالا به حداقل 22 گروه تروریستی بین المللی داشته. همین گزارش ملل متحد هم گفت که 8 تا از کمپ های جدید القاعده در افغانستان تأسیس شده و طالبا هم داره مثلا کشتار خود سرانه داره و بالاخره به هر صورت طالبان یک تبدیل به یک نیروی خشن در منطقه داشته است که فردا امکان داره که دامنگیر همه از کشورها شود. یعنی اگر
در اونجا مثلا یک مکان امن برای توریست ها شوایی نباید کشورهای منطقه خوب است که حتی برای دنیا هم خوب نیست. بنابراین ما گفت میست که در آینده طالب یک خطر برای کشورهای همسایه میشه، چونانچه که ما فعلا دیده روان استیم که طالب یک مشکل برای پاکستان درست شده و آینده برای نه تنها پاکستان، برای همه خود درست شد. بله، تشکر میکنم از همراهیتون. سلطان علی جاوید، کارشناس مسائل سیاسی از فرانکفورت با ما همراه بودند.